همونطور که میدونیم در مورد جوانب سیاسی برنامه اتمی جمهوری اسلامی تا به حال بسیار سخن رفته، اما تا کنون در مورد تهدیدات و خطرات زیست محیطی این پروژه هسته‌ای که از سوی حامیان رژیم به عنوان سرمایه ملی یا حق مسلم ماست و یا غرور ملی در مقابل دول بیگانه ازش یاد میکنن کمتر حرفی به میون اومده. پرسشی رو برای دکتر کاظم موسوی، متخصص محیط زیست و سخنگوی حزب سبزهای ایران در آلمان طرح کردم و با هم در اینجا به صحبت‌های دکتر موسوی درباره این موضوع نگاه می‌کنیم. سلام آقای کابلی، سلام آقای دایی، خدمت همه هموطنان ارجمندم سلام عرض می‌کنم. واقعیت اینه که در طول 33 سال حاکمیت فاشیسم مذهبی در ایران، نه تنها جان و مال انسان‌ها بلکه همچنین منابع طبیعت و محیط زیست میهنمون هم قربانی ایدولوژی تخریبگر فرهنگ و سیاست‌های ولایت فقیهیه این نظام در زمینه جنگ افروزی، صدور تروریسم و بنیادگرایی اون هم در ترکیب بمب اتم شده. روزانه ما حتی در مطبوعات سانسور شده، گزارشات طبقه‌بندی شده رژیم دیده و می‌خونیم که چطور هموطنانمون بر اثر آسیب ها و آلودگی های مزمن و مسمومیت ها هم در زمینه محیط زیست شهری هم در زمینه محیط زیست طبیعی و دیگر بر اثر بیماری های قلبی، بر اثر بیماری های ریوی و ازدیاد سرطان های گوناگون و نگران کننده جانشون از دست میره. در همین هفته گذشته رژیم اعلام کرد که روزانه 400 نفر بر اثر آلودگی هوا، ذرات معلق در اتمسفر هوای تهران از بین میرن. البته اون چیزی که در گزارشات مسئولان زیست محیطی و مراجع دولتی و شهری این رژیم حرفی اساسا از اون نیست و کاملا مخفی نگه داشته میشه اینه که جمهوری اسلامی در طول این سالیان با ضایعات و پسمانده های انبارها و ایستگاه‌های متروکه نظامیش، با پادگان‌های تخلیه شده و با مراکز و محل‌های جنگ و تراکم وسایل اسقاط و مهمات، من جمله بابت همین تمرینات نظامی سپاه پاسداران و بسیج که همواره در سطح جنگل‌های کشور انجام میدن و یا تاکنون رژیم بابت تولید و دفع این زباله‌های خطرناک اتمیه سایت‌های مرکز تحقیقات هسته‌ایش در اصفهان، در نطنز، در عراق، در تهران، در لویزان و آزمایشات اورانیومش و یا سلاح‌های تولید سلاح‌های شیمیاییش، بیولوژیکی و موشکی این نظام چگونه عمل کرده و می‌کنه. خب این نوع زباله‌های ویژه و خطرناک رو رژیم به کدامین رودخانه ها سرازیر کرده؟ در زیر کدوم زمین چال کرده و رها کرده؟ من این رو به خصوص به طرفداران این حق مسلم ماست و این حامیان دروغین صلح و ضد جنگ با رژیم میگم. در این زمینه به نمونه هایی اشاره میکنم. یکی از مهمترین عواقب خطرناک به جا مونده از جنگ خانمانسوز 8 ساله رژیم همین مشکل محیط زیستی مین و مهمات متروکه و عمل نکرده است. بیش از 30 میلیون مین و مهمات عمل نکرده بخصوص در اراضی جنوب ایران وجود داره که خنسا نشدند. در این باره رژیم هیچ طرح و برنامه‌ای در دست اجرا نداشته و نداره. مهمتر از همه، بنابر گزارشات موثق از طرف کارشناسان و دلسوزان محیط زیست و دانشجویان در کشور میخواستم اشاره بکنم به این مسئله که مینوشتن و میگم شواهد آلودگی مواد رادیواکتیو مناطق دارای ذخایر اورانیوم کوه سبلان به دلایل عملیات حفاری های گسترده استخراج اورانیوم توسط سازمان انرژی رژیم، اتمی رژیم و همچنین شرکت‌های تأسیسات انرژی خارجیش
و شیوع و ازدیاد بیماری های سرطان گوارش و سرطان خون در مناطق زندگی آبریس های آلوده به رادیواکتیویی به کوه سبلان، همین منظورم شهرها و روستاهای فقیرنشین اردبیل، سراب و مشکین شهره، و همچنین به ما خبر میدن که آلودگی رادیواکتیویته رودخانه مرزی ارس و آبریس های مهم دریای مازندران و مناطق زندگی روستایی در استانهای شمالی سواحل خزر بسیار تهدیدآمیزه، بسیار نگران کننده است. اجازه بدین این را هم عرض بکنم. در گزارش محرمانه مرکز پژوهش مجلس جمهوری اسلامی در بهمن 1380 به شماره مسلسل 6854 و کد موضوعی 410 برای بررسی عملکرد سازمان انرژی اتمی در صفحه 9 و 10 این گزارش آمده است که در همین مجلس آخوندی بایگانیه، که در خرداد 1380 در راکتور کوچک 5 مگاواتی تهران، این همون راکتوریه که جمهوری اسلامی خودش به آژانس جهانی اتمی در وین میگه و گفته که کار غنی‌سازی یورانیوم با غلظت بالا تا 20% رو انجام میده و پیش میبره. در این راکتور بر اثر ندانمکاری و بر اثر ندانمکاری مدیریت بر ضوابط و اصول فنی در بهره برداری از این راکتور حادثه ای رخ داده و تششعات اتمی در محیط انتشار و سرایت پیدا کرده، یعنی در تهران، تا اینکه یکی از پرسنل دو روز پس از ادامه این فاجعه متوجه غیرعادی بودن وضعیت غنی‌سازی اورانیوم میشه و خبر میده و همینطوری سر و تهش رو میبندن. برای اینکه متوجه باشید که از چی داریم صحبت میکنیم عرض میکنم. امروزه بنابر تحقیقات فیزیک هسته‌ای در کشورهای پیشرفته غربی و همچنین تجربیات به دست آمده از وقایع دهشتناک اتمی در جهان نشون میده که اگر مقدار حتی ناچیز یک گرم اورانیوم غنی شده به طبیعت و محیط زیست زندگی، همونطوری که در تهران سرایت کرده و وارد شده، به طور یقین صدها سال طول خواهد کشید و میکشه که وزن یک گرم اورانیوم ناچیز و تششعات و آلودگی های همه جانبه اون، سرطانزای اون، بالاخره به حد نصف و یا به حد صفرش برسه. حالا هموطنانم خودشون قضاوت بکنن که برنامه های سری اتمی این ملایان در این 20 چند سال اخیر چندین نسل محیط زیست و جان و مال انسانهای ما رو در مملکتمون با خطرات و خسارتهای آلودگیهای اتمی و خسارتهای اقتصادی غیر قابل جبران، غیر قابل کنترل روبرو کرده. البته اینم باید عرض بکنم که جمهوری اسلامی در طی این مدت برای سرپوش گذاشتن بر فجایع محیط زیستش و پیشبرد برنامه‌های اتمی خودش همواره از سیاست مماشات کشورهای اروپایی و غربی، به خصوص کمک همین کشور آلمان، بهره برده. همکنون سیاست آلمان نسبت به این رژیم بر ادامه دیالوگ و گفتگو و به دور تقویت معاملات در زمینه پروژه‌های اقتصادی انرژی، گویا به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق و در ارتباط قرار دادن این مسئله با بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران چرخ میزنه. در این سیاست کذایی و خطرناک دولت آلمان و کمپانی های صنعتی در این کشور، از حزب چپ خصوص نماینده مجلس آقای وان آکن و از حزب مماشاتگر سبسا چم ازدمیر، خانم کلادیا روت و دستیار ایرانیش آقای علی محجوبی نمینی و همچنین همکاری افراد و اعضای کانون مهندسان و فارغ التحصیلان ایرانی در برلین و آلمان، همچون
آقای شهروز مهاجری، من این فرد رو اسمش رو از گزارش رسمی جدید 11 نوامبر 2011 اتاق بازرگانی ایران و آلمان که به دستمون رسیده معرفی میکنم و میگم بسیار اینها سخت در فعالیت و تلاشن و با این کارشون این چنین وانمود میکنن که گویا تا کنون طرح و برنامه های هسته‌ای این رژیم ضد بشر مختص به تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بوده و هست، همون سیاستی که ملاها میپسندن که همواره مبلغ آن بوده و میباشد. متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار دادید.